درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. آلمان، بریتانیا و فرانسه به جمهوری اسلامی درباره حمله احتمالی به اسرائیل هشدار دادند. محمد جواد ظریف استعفایش از مقام معاونت امور راهبردی رئیس جمهور را تایید کرد. ابراهیم مددی از بنیانگذاران سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در دادسرای اوین بازداشت شد. فرماندار اسلام آباد غرب از انفجار و تخریب چند خانه و کشته شدن 4 تن در اثر نشت گاز خبر داد. همراز صادقی یکی از دختران خیابان انقلاب احضار و زندانی شد. حملات اسرائیل به مواضع حماس در خان یونس 16 کشته بر جای گذاشت. روسیه بخشی از یک منطقه مرزی دیگر خود را در پی تداوم حملات اوکراین تخلیه کرد. و المپیک پاریس با صدرنشینی آمریکا در جدول مدال‌ها پایان یافت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 12 آگوست 2024 میلادی برابر است با 22 مرداد 1403 خورشیدی. رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان امروز دوشنبه 22 مرداد در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که جمهوری اسلامی مسئولیت هر گونه حمله علیه اسرائیل را که موجب تشدید تنش‌های منطقه‌ای شود و احتمال آتش‌بس را در غزه به خطر بیندازد بر عهده خواهد داشت. در بیانیه‌ای که به امضای اولاف شولت، صدراعظم آلمان، کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه رسیده، نسبت به افزایش تنش در منطقه خاورمیانه عمیقاً ابراز نگرانی شده است. بیانیه رهبران قدرت‌های اروپایی افزود، ما از ایران و متحدانش می‌خواهیم از حملاتی که تنش‌های منطقه‌ای را بیشتر می‌کند و فرصت موافقت با آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد خودداری کنند. روز دوشنبه واتیکان هم از تهران خواست از تشدید درگیری در خاورمیانه خودداری کند. وزیر خارجه واتیکان در تماسی با مسعود پزشکیان، رئیس دولت 14 گفت که تهران باید از گفتگو، مذاکره و صلح استقبال کند. وبسایت اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که آخرین ارزیابی جامعه اطلاعاتی اسرائیل حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی آماده حمله مستقیم به اسرائیل شده و احتمالاً این کار را در چند روز آینده انجام خواهد داد. در حالی که اسرائیل انتظار یک حمله گسترده از سوی جمهوری اسلامی را دارد، وزیر دفاع ایالات متحده در گفتگو با همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر تعهد واشنگتن به دفاع از اسرائیل تاکید کرد. بنا به اعلام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، لوید آستین روز یکشنبه در تماس با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ایالات متحده متعهد است که برای دفاع از اسرائیل هر گام ممکن را بردارد. طبق بیانیه مطبوعاتی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا در این راستا فرمان داده که ناوگروه ضربت ابراهام لینکلن مجهز به جت‌های جنگنده F-35C هر چه زودتر وارد منطقه تحت کنترل سنتکام شود. همزمان خبرنگار وبسایت اکسیوس میگوید که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل معتقد است که تحرکات اخیر نظامی جمهوری اسلامی نشان از آماده سازی برای انجام یک حمله گسترده به اسرائیل دارد. به گفته سرلشکر پات رایدر، سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع ایالات متحده همچنین دستور داده که زیردریایی USS جورجیا هم به منطقه تحت کنترل فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام برود. محمد جواد ظریف در دومین پیام خود در کمتر از 24 ساعت استعفایش از مقام معاونت امور راهبردی رئیس جمهور را تایید کرد. به میگوید که در پی فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش به این تصمیم رسیده است. با این حال به افزود که این استعفا نه در شامگاه یکشنبه 21 مرداد بلکه در هفته گذشته صورت گرفته است. در این روز دوشنبه در اینستاگرام نوشت که برخی با تفسیر عجیبی از قانون مصوب سال 1401 اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر عدالت 14 تبدیل کرده بودند. به افزود بنده هم برای
جلوگیری از هر گونه شایبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت، هفته گذشته تا یه نامه‌ای از معاونت راهبردی رئیس جمهور انصراف دادم. از آن به استعفا به دلیل فشارهای بیرون از دولت، در حالی است که ظریف شامگاه یک شنبه و ساعتی بعد از معرفی فهرست جنجالی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، تجربه ریاست شورای راهبردی برای انتخاب کابینه را پر از کاستی توصیف کرده و اعلام کرد که این تجربه در کنار مشکلات دیگر برای بنده ادامه راه در دانشگاه را رقم زد. به در پیام اولیه خود به جزئیاتی از مشکلات دیگر اشاره نکرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از بازداشت ابراهیم مددی، از بنیانگذاران و فعالان قدیمی این تشکل کارگری به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روز یک شنبه 21 مرداد خبر داد. این سندیکا روز یک شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت مددی در 9 اردیبهشت ماه سال 94 در تهران یادآور شد که او در دادگاه بدوی با تجدید نظر به 5 سال و 3 ماه حبس محکوم شد که بعدها دیوان عالی کشور آن رأی را نقض کرد. بر اساس این گزارش، به دنبال نقض حکم صادر شده، ابراهیم مددی در دادگاه تجدید نظر هم عرض به 1 سال حبس محکوم شد که با پیگیری او و همچنین به دلیل مشکلات جسمی و بیماری‌های متعدد او این حکم تاکنون اجرا نشده بود. با این حال، این فعال کارگری با سابقه روز یک شنبه و به دنبال احضار مجدد به شعبه اجرای احکام مراجعه کرد که در آنجا بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در قرنطینه زندان نگهداری می شود. فرماندار اسلام آباد غرب از انفجار و تخریب چند خانه و کشته شدن 4 تن در اثر نشت گاز خبر داد، اما شرکت گاز کرمانشاه اعلام کرد که شبکه گاز سالم است. رئیس آتش‌نشانی شهر گفت با توجه به حجم تخریب، علت انفجار مشخص نیست. سپاه پاسداران در حال برگزاری رزمایش نظامی در این منطقه است. حمیدرضا کرمی، فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب، گفت که تعداد کشته های انفجار منزل مسکونی در این شهرستان به 4 تن رسیده است. همراز صادقی، فعال حقوق زنان و یکی از دختران خیابان انقلاب که در سال 1396 به دلیل نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری بازداشت شده بود، در پی احضار برای اجرای حکم 1 سال حبس به زندان اوین منتقل شد. همراز صادقی 40 ساله، کارشناس تربیت بدنی و مربی آمادگی بدنی، ساکن تهران است. دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت در فضای مجازی و با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، خانم صادقی را به 1 سال حبس محکوم کرده است. به اسفند ماه سال 1396 با برداشتن حجاب اجباری از سر در تقاطع خیابان‌های قرنی و سمیه در تهران، همراه با خشونت از ضرب و جرح نیروهای حکومتی که به آسیب مچ دستش منجر شد، بازداشت و به بیمارستان انتقال یافت و بعد از مدتی با قید وثیقه آزاد شد. معاون اول رئیس جمهور ایران انتقادها از ترکیب وزرای پیشنهادی دولت 14 را رد کرده، اما رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان میگوید که بیشتر افراد معرفی شده به مجلس را نمی‌شناسد. بسیاری از چهره‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان و حامیان پزشکیان در انتخابات، فعالان فضای مجازی و روزنامه‌نگاران از این ترکیب ابراز ناامیدی کردند و میگویند که این کابینه مورد انتظار کسانی که رأی دادند و خواستار تغییر بودند نیست. امروز دوشنبه 22 مرداد، علی عبدالعلیزاده، رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که بیشتر افرادی را که برای کابینه 14 معرفی شده اند نمی‌شناسد. به توضیح داده که به همین دلیل ارزیابی خاصی ندارم و آرزو می‌کنم که کابینه ایشان موفق شود. از سوی دیگر، محمد رضا عارف که توسط پزشکیان به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شده، روز دوشنبه در اظهاراتی که می‌تواند پاسخی به انتقادهای مطرح شده باشد، گفت که این روزها به منش ارزشمند دکتر پزشکیان بی‌انصافی می‌شود. وی همچنین به انتقادهای دیگر از ترکیب سنی کابینه اشاره کرده و جوانگرایی را از جوانسوزی متفاوت دانسته و گفته است که می شود جوانی را در یک مسئولیت گذاشت و بعد از 2 ماه پرونده‌اش برای همیشه بسته شود.
عارف. همچنین در جلسه دیگری که در شورای اقتصاد دولت برگزار شد، مدعی شد که دولت 14 به تفکر سیاسی افراد توجه نمی کند و به دنبال تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های جمهوری اسلامی و تحقق وعده‌های پزشکیان از جمله برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است. از دیگر انتقادهای اخیر به ترکیب کابینه که از توی جبهه اصلاحات به عنوان مهمترین تشکل سیاسی حامی مسعود پزشکیان هم مطرح شده، حضور افرادی در فهرست وزرای پیشنهادی است که از جناح مخالف هستند و ارتباطی با وعده‌های پزشکیان ندارند. در این فهرست وزرای اطلاعات و دادگستری دولت ابراهیم رئیسی ابقا شدند و یک روز پیشتر هم رئیس جمهور رئیس سازمان انرژی اتمی را هم در سمت خود نگه داشت. این در حالی است که مسعود پزشکیان هم در روزهای اخیر درباره نحوه انتخاب و سپس افرادی که به عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند سکوت کرده است. من گرانشمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. خبرها را دنبال میکنیم. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در دولت‌های روحانی و خاتمی، از مسعود پزشکیان خواست اجرای طرح نور در خیابان‌ها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فوراً متوقف کند. پزشکیان پیش از این اسکندر مومنی، حامی سرکوب مخالفان حجاب اجباری، را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کرد. ابتکار روز دوشنبه در گفتگو با هم‌میهن گفت مطالعات اجتماعی زیادی درباره حجاب انجام شده و همه آنها نشان می‌دهند که برخوردهای خشن مانند گشت ارشاد یا طرح نور نه تنها جواب نداده، بلکه تأثیرات خیلی بدی بر روح و روان زنان و جوانان داشته است. این فعال سیاسی اصلاح طلب که پیش از این و در زمان حضورش در حلقه قدرت اقدام ویژه‌ای در زمینه مقابله با اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری انجام نداده، با بیان اینکه این طرح‌ها جز ایجاد نارضایتی و ناامنی اجتماعی اثری نداشته، گفت خیلی عجیب است که اصرار دارند هنوز این طرح‌ها اجرا شوند. او در پاسخ به اینکه آیا پزشکیان که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت طرح نور را از خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند، می‌تواند برای توقف این طرح و خاتمه برخوردهای خشن با زنان به دلیل پوشش آنها کاری کند، گفت که فکر می‌کند رئیس دولت 14 باید بلافاصله این مسئله را حل و فصل و مدیریت کند. همزمان با ادامه نگرانی‌های جامعه جهانی درباره رویارویی مستقیم جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، ارتش اسرائیل امروز دوشنبه 22 مرداد حملات خود به مواضع شبه نظامیان فلسطینی در خان یونس را ادامه داد. تشکیلات بخش بهداشت حماس در نوار غزه بدون تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان مدعی شد که دست کم 16 تن در نتیجه حملات اسرائیل به خان یونس کشته و شمار دیگر زخمی شدند. با تداوم درگیری‌ها در غزه، حماس روز یکشنبه در بیانیه‌ای درباره مذاکرات پیشرو با میانجیگری مصر و قطر در روز پنجشنبه گفت اسرائیل باید طرح پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را بپذیرد.
حماس به رغم کارشکنی‌های مکرر خود مدعی شد که اسرائیل با طرح پیشنهادی بایدن مخالفت می‌کند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته است که حتی 1 میلیمتر از طرح پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فاصله نگرفته و به حماس هم اجازه نخواهد داد حتی 1 میلیمتر از آن فاصله بگیرد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وزیر امنیت ملی اسرائیل را به زن مقدم چینی و تحریک به جنایت جنگی به تحریم از توی این اتحادیه تهدید کرد. ایتامار بن‌گویر یکی از وزرای تندرو در کابینه بنیامین نتانیاهو در اسرائیل بر لزوم کاهش یا قطع کمک رسانی و ارسال سوخت به غزه به جای اعزام تیم اسرائیلی برای مذاکرات آتش‌بس تأکید کرده است. جوزف بورل روز یکشنبه 21 مرداد اظهارات اخیر دو وزیر اسرائیلی ایتامار بن‌گویر و بستالر اسموتریچ دیگر وزیر تندرو مبنی بر قطع حمایت از کمک رسانی به غزه به عنوان تاکتیکی برای تشدید فشار بر گروه افراطی حماس را محکوم کرد و از دولت اسرائیل خواست از اظهارات این دو وزیر خود براءت کند. بورل از دولت اسرائیل خواست در مذاکرات برای آتش بس و معامله گروگان‌ها حسن نیت نشان دهد. مسکو و کیف یکدیگر را به شروع آتش سوزی در محوطه بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا که اکنون تحت اشغال روسیه در اوکراین قرار دارد متهم کردند. هر دو طرف گزارش دادند که هیچ نشانه ای از افزایش تشعشعات مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه 21 مرداد در پیامی در تلگرام اعلام کرد که نیروهای روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب اوکراین که تحت کنترل روسیه است آتش سوزی به راه انداختند. و این اقدام را تلاشی برای اخاذی از اوکراین و جهان دانست و خواستار واکنش جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. از دیگر در حالی که پیشتر هزاران شهروند روسیه از منطقه کورسک تخلیه شده بودند، روسیه روز دوشنبه غیر نظامیان را از بخش‌هایی از یک منطقه دیگر در مجاورت اوکراین بعد از افزایش فعالیت‌های نظامی کیف در نزدیکی مرز تخلیه کرد. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه گزارش داد که 11,000 تن از منطقه کراسنایا یاروگا در منطقه بلگرود روسیه به دلیل فعالیت نیروهای اوکراینی تخلیه شدند. آتش سوزی سریع و بزرگ در یونان که با وزش بادهای شدید همراه بوده روز دوشنبه 12 آگست به آتن نزدیک شد. این آتش سوزی که در حال سوزاندن درختان، خانه ها و خودروها شده، مقامات یونانی را مجبور کرد تا چندین بیمارستان و ده ها شهر و روستا را تخلیه کنند. بیش از 670 آتش نشان با کمک داوطلبان، 183 خودروی آتش نشانی، 32 هواپیما و هلیکوپتر آپاش برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند که در ساعت 3 بعد از ظهر یک شنبه در نزدیکی بارناباس در 35 کیلومتری شمال پایتخت یونان آغاز شده است. بلند کنشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا.
دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم؟ الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. انتظار میرود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و ایلان ماسک میلیاردر کارآفرین و جنجالی امروز دوشنبه 22 مرداد گفتگویی با هم داشته باشند. این مصاحبه بعد از آن است که ماسک حمایت علنی خود را از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعد از ترور ناپرجام او در باتلر پنسیلوانیا در 13 جولای گذشته اعلام کرد. حساب کاربری کمپین ترامپ در ایکس با اعلام انجام این مصاحبه در ساعت 8 شب به وقت شرق آمریکا تصویری را به اشتراک گذاشت که نشان داد حساب کاربری ترامپ در ایکس میزبان این مصاحبه خواهد بود. اگر حساب کاربری ترامپ در این پلتفرم عملاً میزبان این مصاحبه باشد، این اولین فعالیت رئیس جمهوری پیشین آمریکا از آگوست سال 2023 بعد از بازگشت حساب کاربری او در ایکس خواهد بود. المپیک پاریس 2024 بعد از 2 هفته برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزشی شامگاه یک شنبه 21 مرداد به پایان رسید و ورزشکاران آمریکایی در جدول مدال های این دور از المپیک صدرنشین شدند. آخرین بازی که در المپیک امسال برگزار شد مسابقه فینال بسکتبال زنان بود که تیم آمریکا پیروز آن شد. ایالات متحده توانست به اندازه چین 40 مدال طلای این مسابقات را به دست بیاورد، اما به دلیل کسب بیشتر مدال‌های نقره و همچنین مدال‌های برنز صدرنشین جدول مدال‌های المپیک شود. از سوی دیگر در پایان 33 دوره بازی‌های المپیک 2024 پاریس کاروان ایران با 3 مدال طلا، 6 نقره و 3 برنز در جدول مدالی در رده 21 قرار گرفت. آمریکا با 40 مدال طلا، 44 نقره و 42 برنز صدرنشین شد. چین با 40 مدال طلا، 27 نقره و 24 برنز در رده دوم و ژاپن با 20 مدال طلا، 12 نقره و 13 برنز در رده سوم قرار گرفتند. استرالیا با 18 مدال طلا، 19 نقره و 16 برنز در رده چهارم و فرانسه میزبان با 16 طلا، 26 نقره و 22 برنز در رده پنجم ایستاد. ایران در المپیک 2024 پاریس 40 نماینده داشت و نمایندگان ایران در 2 رشته کشتی و تکواندو صاحب 12 مدال شدند. اسامی مدال‌آوران ایران در المپیک پاریس عبارتند از برندگان مدال طلا: محمد هادی ساربی در 97 کیلوگرم کشتی فرنگی، سعید اسماعیلی در 67 کیلوگرم کشتی فرنگی، آریان سلیمی در 80 کیلوگرم تکواندو. برندگان مدال نقره: علیرضا محمدی در 87 کیلوگرم کشتی فرنگی،
حسن یزدانی در 86 کیلوگرم کشتی آزاد، امیر حسین زاره در 125 کیلوگرم کشتی آزاد، ناهید کیانی در 57 کیلوگرم تکواندو، مهران برخورداری در 80 کیلوگرم تکواندو، رحمان اموزاد در 65 کیلوگرم کشتی آزاد و برندگان مدال برنز امین میرزازاده در 130 کیلوگرم کشتی فرنگی، امیر علی آذرپیرا در 97 کیلوگرم کشتی آزاد و مبینا نعمت‌زاده در 49 کیلوگرم تکواندو. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.